بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. آخر سورة مباركة عنكبوت. هدف أصلي ما شماست ولی در لابلا از آیه 56 به این طرف ما سرش بحث میکنیم. یک موضوع که جدی بود اویست که قرآن کریم کتاب خودسازی ماست، قرآن کریم کتاب جامعه سازی ماست و قرآن روش فکری، اخلاقی، عقیدوی در هر برنامه برای ما شما پیام می دهد و هرگاه قرآن را خلاص می کنین به همین عنوان باید خلاص شود. بعد هرگاه عقیده جور شد، جامعه جور شد، شخص جور شد، از این بعد در وجود انسان پاکی و طهارت جای پیدا می کند. بعد از پاکی و طهارت است که انسان به خداوند متعال قرب پیدا می کند و نزدیک می شود. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. عزیزا، یک چیز که ما شما را همیشه به خود مشغول کرده و ما را از کارهای اصلی ما کنار گذاشته و متوجه برش نمیشیم و به عباره دیگر مفتیا بر خود جور شدیم، خود ما برای خود فتوا میدهیم که کاری که ما روان کردیم ای صحیح است. چرا صحیح است؟ به خاطر که مجبور هستیم. به طور مثال شما از هر نفری که پرسان میکنین در هر کسبی که مشغول است و اگر غلطیش برش بگویی جواب میداد که از مجبوریت میکن. من فکر میکنم هیچ کاری نیست مگر اینکه انسان مجبور برش میشود، خب یا مجبور به شهوت، یا مجبور برای نان، یا مجبور برای فشارها. پس اگر ما به این چیز تسلیم شویم که مجبور هستیم فکر میکنیم که ما اطاعت رو انجام نخواهیم داد. سوره مبارکه عنکبوت از جمله سوره هایی است که نام عجیبی دارد، سوره عنکبوت. و قرآن کریم این نام را به خاطر می دهد که توجه در این نام و تفکر در این نام تو را وادار به این بکند که ارزش ها را دقیق بگیری. چرا خداوند متعال نام جلوگه کسر زی می ماند عنکبوت؟ نری فکر کردن به کار است. باز می که ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، همه سسترین خانه خانه عنکبوت است. نه او را از خنکی نجات می دهد، نه او را از سردی نجات می دهد، نه دفاعش می کند. هرگاه تو بخوایی عنکبوت بزنی، خانه وسیله دفاعی از او نیست. ما به می شکل هستیم، به می شکل هستیم. روی اساس امی وجود ما شما از ماده و از روح به اصطلاح تشکیل یافته است. مسائل روحی ما در لابلای ماده ما هم رشد می کند
هم رشد می کند، هم قوی می شود، هم ضعیف می شود و از بین می رود. ماده در حقیقت بستر تربیت مسائل روحی ماست. هرگاه بستر خراب بوده باشد، بستر صحیح نباشد، خواسته و ناخواسته تأثیراتش بر روح می گذارد. از این خاطر است که مسئله رزق و نان خوردن ای از جمله مسائل جدی است در مسائل روحی و تربیتی اسلامی. اگر ما مسئله شکم خود را متوجه نشویم، نان خود را متوجه نشویم، غذای خود را متوجه نشویم، بعد سریزی فکر میکنیم که ما با یک نظامی که در اوجا دین تبلور پیدا بکنه، حقوق مردم برش برسد، شریعت خدا نافذ شد، کلش دروغ میگیم. پس وقتی که تو در یک بلستی به اصلاح جایت که شکمت است، در ایجا نمیتونی حکومت خدا را بیاری و یک نان پاک را در اوجا پرتی، چی فکر میکنی؟ تو میتونی بر روی زمین حکومت خدا را بیاری؟ این غلط نیست؟ تویز که یک دعوای اویی است، سی یک گپ است. از این خاطر قرآن کریم در این سوره یک مفهوم بسیار بزرگی بر ما میدهد و ارشاد میفرماد: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون. ای مردم، ای بندگان من، یا عبادی الذین آمنوا، آن علی بندگانی که ایمان آوردن، بنده خود بسیار زیاد است، آن بندگانی که دعوای ایمان میکند، دعوای ایمان میکند، ان ارضی واسعه، ارگاه در زمینی که تو زندگی میکنی در اوجا با مشکلات روبرو شدی، شریعت خدایت نافذ نشد و زمین معصیت بود، این ارضی واسعه، زمین بسیار چی است؟ وسیع است. فتهاجروا فیها، اوجا برو، یا چی میکنی دیگه ششتی؟ فایای فعبدون، خاص مرا پرستش بکنید. یعنی به این زمین ما یک کلان جور کردیم که شما اگر خواسته باشین میتونین به زمین پاک دسترسی پیدا کنین، در صورتی که همین قصد زیرا داشته باشین. اگر این کار نکردی، متوجه نشدی، خوب بفهم: کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است، ثم الینا ترجعون، باز به سوی ما بازگشت است. و ما از شما پرسان میکنم، چرا پرسان میکنم؟ به خاطری که خداوند متعالی همه چیز را برای ما و شما آفریده است. پس تو برای چی آفریده شدی؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه، آنان که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن، ما آنها را رفعت میدهیم به جنتی که او جنت غرفان دارای بلند منزلی است که میرود زیر جویهای آن جویها. نعم اجر العاملین، چه نیکو از پاداش نیکوکاران، چه نیکو از پاداش کسایی که عمل میکنند، کسایی که عمل میکنند. کسی که عمل میکند با مشکلات روبرو میشود. شما هیچ کار خوب را انجام دادن نمیتونید مگر ای که یک بخش از خواهشات و از مادیاتتان زیر پای باید گذاشته شود. هیچگاه ما ممکن است که خوبی را انجام بدی و یک چیزی را از دست ندی. اگر نماز صبح خواندی، تو بستر گرمت را از دست دادی، میتونستی خواب بکنی. اگر تو در اینمی جا بر درس آمدی، تو به این باور داشته باش که تو میتونستی یک جای چکر بروی، تو میتونستی استراحت بکنی، تو میتونستی یک جای لاح لعب بودی، خوی کار نکردی، بعد از او به این درس الله نصیبت کرد. هیچ خوبی را شما انجام داده نمیتونه مگر ای که یک بخش را که خواسته های نفسانی تان است و شهوانی تان است و حیوانی تان است را باید ترک بکنی. از این خاطر قرآن کریم میگه که آنانی که عمل میکنن کیست؟ الذین صبروا، آنانی که صبر میکنن و علی ربهم یتوکلون، به پروردگارشان هم توکل میکنن و اعتماد میکنن. بعد به اصل موضوع میگه که چرا ما خوبی نمیتونیم؟ چرا ما اهل عمل نیستیم؟ چرا ما صبر نمیکنیم؟ به خاطر از این هم میکنیم که ما میگیم ولی رزق چطور شود؟ نان و رزق و شکم ما را از هر چیز انداخته است. و قبلا که گفتم که مفتیح برای خود شدیم،
مفتی میشیم، حرام میخوریم به خلاف شریعت، نان را میگیریم به خلاف شریعت، جای کار میکنیم. بعد جواب امی است که والا صاحب بیکار هستیم، والا صاحب نان نیست، امی گپ است. الله میفرمد که ای گپ نزن. و که ای من دابت لا تحمل رزقها، چه بسا از جنبندگان وجود دارد، چه قضیات از جنبندهی وجود دارد که تو عملا میبینی که میگردد، لا تحمل رزقها، رزق خود را که خود جای نمیبرد. گنجشکار را ببینده کجا ذخیرش است؟ شما ذخیره گنجشکار را دیدید کدام جای؟ شما ای حیواناتی که میگردد در کوها، از گرگ است، از پلنگ است، از دیگه است، از دیگه است، اینا کدام جای ذخیره دارن؟ اینا ذخیره ندارن. شما متوجه شوین بر روی زمین که میگرد، اگر مار است، اگر گشتم است، اگر دیگه چیز است، در کجا است که بر اینها کسی رزقش تثبیت کرده است؟ چقدر زیاد حیوانات هستن که یعنی ما بسیار انگوش شمارش در دست داریم. ما سوای کل حیوانات، این کل جنبنده ها در روی زمین اما تو میگردن، نه آزوقیش معلومه، نه جایش معلومه، نه جای خوش معلومه است، بس میگردن. آیا امو زنده مانده یا نمانده؟ این سوال. آیا نام خوردن نخوردن؟ و پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که اگر شما توکل به خداوند متعال بکنی، الله به شما از او پرنده هایی که از خانه هایشان بیرون میشوند و در ججورک هایشان این چیز هم نیست، میرود، بعد انگامی که پس بازگشت میکنه در جاغورهشان بسیار پر است، الله شما را از او که خوب ترنان میده. ولی شما اعتمادتون به خدا ضعیف شده، از این خاطر در هر چیز خلاف شرع انجام میدین، بعد میگین که ما مجبور شدیم. تو فکر بکن، غریبا خود قگب نداره، به شما پیسه دارا میان، میلیون ها میلیون ها رفع داره، چی میگن؟ والا صاحب که در امریکا یا کار بکنم نکنم، صاحب در بانک کار بکنیم نکنیم، که تو اردوی امریکای خواهین کار بکنیم نکنیم. و تو را خدا هدایت بده، اگر این پولت بخوری به عوض نان، این پول کافی ایده است. با وصف از تو چطور از میره سواله میکنی؟ یعنی اقع ایمانت ضعیف است؟ که دشمن خدا و پیغمبرت، که دشمن ملتت، که دشمن زمینت، که دشمن افغانا، تو با امره از او کار میکنی، تفنگش بر میداری، دریشه مردارش را تن میکنی، بعد میگی که چطور بکنم؟ چی ضرورت است که ما فتوا بدیم؟ تو یک کودن نباید بوده باشی، خودت باید بفهمی که کاری که تو روان کردی خلاف دین است و دشمنی با خدا و پیغمبر است و الله حشرت میکنه. و که ای من دابت لا تحمل رزقها، چه بسا از جنبنده هاستن که رزق خود را با خود نمیگیرن. الله یرزقها، آن محاجت روای مخلوق است که رزقشان میده، اون محاجر از اینا از الله فراموش نشدن، از الله فراموش نشدن. این داستان یونس علیه السلام را خواندیم، انگامی که اشکای مویی در لب دریا انداخته می شود، از بسی که وجودش نحیف شده بود، اشعه آفتاب برای مرگش کافی بود، خداوند متعال درختی که دوره برش پیدا می کند در زیر سایه از او باید جای بگیرد. بعد خداوند متعال یک آهو را مأمور میکنه که به یونس باید شیر بدهد. او از گرسنگی نمرد، ورنه باید از نظر تعقل باید میمرد. از نظر تعقل بنی اسرائیل در دشت تی باید میمردن، نه آب بود و نه هم نان. انگامی که وسائل قطع می شد، خداوند متعال من و سلوا را برش می دهد. انگامی که وسائل قطع می شد، خدا از یک سنگی چارنوب به اصلا 12 چشمه را برش جاری می کند. رزق خدا می دهد، به این باور داشته باشیم، ریب نخوریم، ضعیف نشین در این رابطه. الله یرزقها، الله روزی می دهد اما حیوانات اما جنبندگان را. و ایاکم، و شما را،
شما را به کس دیگری نگذاشته است. و هو السمیع العلیم، و او نیک شنوا و دانا است. نیک شنوا و دانا است. السمیع مشکل پیدا کردی فوراً تماس بگی. مثل کی واری؟ مثل موسی علیه السلام واری نه؟ ربی اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدا کمکش کرد نکرد؟ الله کمکش کرد. العلیم ذاتی که دانا هست، با او التجا بکن و از او مشکلت را حل بکن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. اما فطرت ما شما را بلند میکند. اگر از مردم برسان بکنی آسمان و زمین را کی آفریده است و کی مسخر کرده است آفتاب و مهتاب را، لا يقولون الله. خامخام میگی کاری الله هست، این تسخیر از آن الله هست. فانا یفکون، پس کجا از حق برگردانیده میشوید؟ چرا چنین کاری میکنید؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. رزق تو به تلاشت پیدا کرده نمیتونی عزیزم، رزق تو به دویدن مویدن پیدا کرده نمیتونی. اگر خداوند مطالبه یک بار فلجت میکنه کلی چیز از بین میره، انشاءالله هیچ مشکلی نیست. رزق تو پیدا نمی کنی، ایره باور داشته باش. الله یبسط الرزق، الله گشایش می بخشد رزق را، گشایشش می بخشد. و شما خب بار باری من ایره می گم، یک بار متوجه شوین، شما مردمی را می بینین بی سواد، قسم به خدا سمی گپ ایچی می گه چار جوه تقسیم کردن نمی تانه. ولی مامورش کس یک کسی از پوانزه اقتصاد فارغ شده و قرائه کرده برشش چی می گه؟ سه من منشی هستم، نماشته می کنه برای خودش هیچ کاری است. ولی گپ زدن خدا یاد داشته باشه. الله چی میکنه؟ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. کس دیگر را قید میکند، چیز برش نمیدهد. خب این جزافی نیست، این چور نیست که هر کس آماده باشه بر خود گرفته باشه. نه تو نیست. ان الله بكل شيء عليم. الله به هر چیز عالم است. یعنی چیزی که تو داری به او شکر بکش. این به اساس جزافی برات داده نشده. الله تو را شناخته، به امو اندازه استعداد تا برده. بنان وقتی که خدا برد امه قد تنظیم کرده، امه قد شکر بکش، به امو شکر بکش. دلائلی هم پیش میکنند. ولا این سألده هم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون. اگر از مردم بپرسی که از آسمان آب را کی نازل میکند؟ اتعابی که زمین را زنده می کند بعد از اینکه مرده بود زمین، جواب امیست که الله این کار را می کند. لا یقولن الله، یعنی معنا این گفتیست که شما هیچ چیز را استفاده نمی کنین مگر اینکه آب با او ضرورت است. پس به تعبیر دوم هیچ چیزی نیست مگر اینکه خالقش الله است. هر چی که تو استفاده کردی آب در اوج سهم خود را دارد و خالق آب الله هست، نازل کنندش الله هست، تقسیم کنندش الله هست. قل الحمد لله، پس وقتی که باور داری خصتایش الله را بگو. یعنی معنا چی؟ اگر میخواین رزقتان زیاد شد قل الحمد لله. رازا فهمیدین؟ یعنی میگه اگر رزق میخوای زیاد شد، زندگی معیشتت خوب شد، یک راز بسیار جالبه، قل الحمد لله و ستایش الله را. ستایش الله را که گفتی اصل زندگی را تو پیدا میکنی، اصل معنا را پیدا میکنی. عزیزا ما شما تو فکر میکنیم که همین رزق و شهوت و همین نان و خانه لکس همین بسیار آدم آرام میکند. ما به این فکر هستیم. از خاطر که تو تیرمش میگن قصرها را که میبینی خوش ما میگن که والله یک چیزی هست. خب این به خاطر است که فقد و شی لا یعطی. کسی که چیزی نمی فهمد داده نمی تانه. یک از طرف دوم طلب مجهول باطل است. چیزی که نمی شناسیش طلب کردیش هم نمی تانی. چون ما از نظر عقیده و از نظر فکر و از نظر اخلاق بی نهایت ضعیف شدیم، بی نهایت ضعیف شدیم، مسائل معنوی و مسائل بزرگ دینی پیش ما گم شده است. ما لذتی ذکر الله را نچشیدیم،
تا که او را مقایسه بکنیم با کباب خوردن و بعد بگیم که کباب هیچ لذت نداره. اصل لذت خود در اینجاست. ما لذتی نماز را دقیق نگرفتیم. اگر ما نماز را با عمقش بگیریم والله اگر پاچه کرده یک روز هم قبول کنم. این باور داشته باشید. مشکل در اینجاست که ما تا هنوز نتانستیم که مسائل دینی را کما حقه هضم بکنیم، معنویت را هضم بکنیم، لذت را که در طاعت خدا هست او را ما هضم بکنیم. از این خاطر بود معنوی همیشه سر ما چربی میکند، همیشه ما شما را زیر فوکس قرار میدهد. قل الحمد لله، بگو همه ستایش ها از آن الله هست. بل اکثرهم لا یعقلون، ولی اکثر مردم دیگه نمی اندیشن، دیگه فکر نمی کنن که اگر می خواهی چون اول بفهم رازگویی با خدا چقدر لذت دارد. اگر تو رازگویی با خدا را در نصف شب بگیری، بعد از او انتظار زیره می کشی که زود شب شود. اگر تو لذت نماز را یک بار گرفتی، بعد انتظار زیره می کشی که زود وقت نماز بیاید. طوری که رسول ما علیه السلام میگه که ارحنا یا بلال، بلال ما را آرام کن، آرامی بر ما بخشد. رسول ما علیه السلام میفرمه که از این دنیایتون هیچ چیزش خوشم نمیاد. اما تو میگفت، بعد گفت از نظر معیشت همسر است و آنچه که بلندتر از او است نماز است. نماز بهترین چیز در زندگی دنیا، ولی در حالی که نماز ما منت نیست، ما نماز با لذت نمیخوانیم. اگر گاه بخوانیم بعد میفهمیم که این نماز خواندن خب به مراتب مراتب سری چیزهای دیگری که ما فکر کردیم از او کار بالاتر است. قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اداره دنیا نیست مگر لهو و لعب. لهو بازی دیوانه هاست، لعب بازی های کودکانه است. این دنیا را اگر خوب فکرش بکنی، مثل که دیوانه همه تو بالا میره و پایین میره و غلمغال میکنه، همه چیز از خود میدانه. یه او رقم گفت هست، یک تعداد دیوانه دنیا هستند، تمام روز چریات میکنند، تمام روز نه حق خود میفهمد نه حق دیگر را میفهمد. یک تعداد او رقم هستند، یک تعداد بازی کودکانه را شروع کردند. بازی کودکانه را خود دیدیم، اطفال که ساتیری میکنه بازیگان با سر یک چوبکی که هیچ ارزش نداره با یک دیگری جنگ میکنن. او میگه از ما هست، او میگه کش مکش هست، جنگ کردن هست، سر شکستاندن هست. باز داخل روز که میشه امو خانه خود کت لغت میزن بیرون بیرانش میکنن، هیچ گفی نیست دیگه. امو چوبکی که دیرو سرش جنگ کرده بود، اونو چوبک هم دو جای به جای میمونه، خودشون میرون. دنیا انت یک چیزی است. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. ای قرآن چه تمثیل میدهد؟ و ان الدار الاخره لهی الحیوان. و یقینا سرای آخرت ای جاودانه است. حیوان به معنی که حیاتی که توام هدفمندانه است، زندگی هدفمندانه امیست. لو کانوا یعلمون، کاش میفهمیدن مردم، کاش مردم امیره میفهمیدن، مردم کاش که درک میکردن. ما چیزی که میخواستم ایره عرض بکنم که فاقد شی لا یعطی، کسی که معنویت نداشته باشه معنویت را داده نمیتاند. کسی که معنویت را نشناسد او را طلب کرده نمیتاند. ما و شما در یک کشتی روان هستیم، شما میبینید حاملین وحی الهی و حاملین شریعت الهی و کسایی که دعوا میکنن که ما حکومت اسلامی را میاریم، ما دین را میخواهیم، اسلام را میخواهیم. والله اگر معنویت خود را تقویت نکنین هیچ کار این کار را نمیتونین. و معنویت وقتی تقویت میشه که اشکم را جور کنین، از اشکم پرسان بکنی که در تو حلال میاید، حرام جای ندارد. اگه ایره گفتی اشکم باید حلال برود نه حرام. آنچه که حرام است از نماز دورت میکند، نماز الله قبول نمیکند. حرام که خوردی طاعت الله قبول نمیکنه، ذکرت الله قبول نمیکنه، نیایشت الله قبول نمیکنه. چرا؟ درش کم گندگی است. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا.
پس در ساختن تان فکر بکنید، در نان تان فکر بکنید، از کجا به دست میاری و چطور میخوری؟ این سوال را باید جواب بدین و دقیق باید جواب بدین. اگر جواب دادیم انشاءالله که ما میتونیم به یک روند خوب دست پیدا بکنیم. امام ترمذی رحمت الله علیه بسیار زیبا حدیث را روایت میکنه، میفرماید که پیغمبر میفرماید لیس من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار. این یک چیزی که شما را به جنت نزدیک بکند و از آتش دوزخ شما را دور بکند الا قد امرتکم به، او را ما فراموش نکردیم مگر بر شما امرش کردیم. بعد می فرماید که ولیس من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه، این چیزی که شما را از آتش دور بکند و به جنت نزدیکتان بکند ایرم ترک نکدیم الا و قد نهیتکم عنه، مگر اینکه برتان گفتیم که از او دور شوید، ایرم گفتیم. و این روح القدس نفس فی روع ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها و اجلها. روح القدس جبرئیل آمد و در سینیم پف کرد هیچ کس نمیمرد مگر اینکه تا که رزق و اجلش پوره نشده باشد. بعد می فرماید که الا فاتقوا الله، از خدا بترسید و اجملوا فی الطلب، در طلب رزق دقیق شوید، سعی راه را پیدا بکنید. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، امی ضعف رزق و مشکلات طلب رزق شما را وادار نکنه ان تطلبوا بمعاصی الله، که رزق را به دشمنی با خدا بگیرید، به معاصی خدا بگیرید. فانه لا يدرك ما عند الله، یعنی باور داشته به آنچه که نزد خداست به دست نمی آید الا بطاعته، مگر به طاعت خداوند. ببین رزق از کی میده؟ الله. پس به طاعت الله بخواهش. زندگی را کی میده؟ الله. پس به طاعت الله بخواهش. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتي.